ستاره رحمانی فعال کارگری از لندن به ما پیوستن. سلام میکنم به شما جناب رحمانی. شاهد موج تازه ای از اعتراضات صنفی و مدنی بازنشستگان هستیم. این اعتراضات چه هدفی داره و بازنشسته ها چه مطالبه هایی دارن؟ بازنشسته ها دو دهه است که برای خواستهای خودشون وارد خیابون شدن، دارن اعتراض میکنن، چه در ارتباط با رتبه بندی، چه در ارتباط با همسان سازی. به طور کلی معیشت و درمان مشکل اصلی این بازنشستگان هست. نه تنها این، از 18 تا سازمان بازنشستگی تقریبا یه چندتایی وارد میدون شدن و کم کم بقیه هم میان. هیچ انتظار نمی رفت مثلا بازنشستگان بانک بیان تو خیابون یا حتی مخابرات. خب بخشای دیگه مثل فولاد و تامین اجتماعی که مشمول قانون کار میشن و کشوری که معلم هستن، اینها بدترین شرایط را دارن. یعنی اول اینا شروع کردن، الان رسه به فولاد، بعد مخابرات، بعد بانک. میبینیم که این مجموعه دائما در حال با گسترش اعتراضات و حاکمیت تا کنون پاسخی به غیر از وعده های پوچ و بیمفهوم به اینا نداده. بنابراین اینا نمیتونن با این شرایط فلاکتبار اقتصادی که تورم واقعا هر روز داره جهشی میره بالا و سطح زندگی اینها روز به روز یا سفرهشون روز به روز کمتر میشه. این خواستا من به نظرم تا زمانی که مرتفع نشه که نمیشه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، این مبارزه ادامه خواهد پیدا کرد. همونطوری که دیدیم اشکال سیاسی هم به خودش میگیره، مثل شعار آزادی معلمان. جناب رحمانی، میبینیم که بازار طلا هم امروز به صورت اعتراضی تعطیل شده، کامیوندارها رو هم دیدید که دست از کار کشیدن. این اعتراضات چه پیام و تبعاتی برای حکومت داره؟ ببینید، خب هر بخشی از جامعه میبینیم که دردهایی داره که به هم تنیده شده با بخشای دیگه. یعنی مثلا این همین سامانه تجارت و قانون جدید مالیاتی که وضع شده برای طلا فروشان و الکترونی بکنن، کل سرمایه و درآمد اینا رو میخوان زیر کنترل بگیرن و مالیات هایی بهشون ببندن که عملا بر اساس همون اسناد و مدارکی که وجود داره اینا خوب میبینم صرفی نداره اصلا ما طلا فروشی بکنیم. بله. برای که چیزی برای ما نمیمونه. به خاطر همین من فکر کنم این بخش، کامیونداران، بخشای مختلف دیگه عملا باید به هم بپیوندن، چون دردشون مشترکه دیگه و بتونن به خواستاشون برسن. اگر این تظاهرات همچنان جدا جدا و پراکنده باشه، اینا به خواستاشون نخواهند رسید و نیاز به یک اتحاد و همگامی تمام بخشای جامعه داره که رژیم کوتاه بیاد و بتونم به خواستشون برسم. ممنونم آقای رحمانی از توضیحاتتون.